مجموعه بالا و مجموعه پایین. میخوایم ببینیم توی این مبحث چگونه میتونیم مقادیر تقریبی رو حساب بکنیم، تعداد مستطیلای کمتر رو انتخاب کنیم، مساحت های زیر نمودار رو محاسبه کنیم. ببینید در حالت اول مجموعه پایین رو اول براتون میگیم، اسم دانشمندش ریمان بوده، پس مجموعه ریمان پایین هم نامگذاری میکنن. ریمان اومد گفتش اگه شما یه نمودار FX داشته باشید که در بازه آتابی تعریف شده باشه و اون رو بیایم به N مستطیل تقسیم بکنید با عرضهای دلتا ایکس افراز بشن، کافیست که در هر قطعه افراز مثلا از XF تا X1 وقتی اون به یه بازه تقسیم شد، تو این بازه تو این قطعه نمودار کجا مینیموم مطلقه؟ میگیم این نقطه مینیموم چیه؟ مطلق تابمون هستش. خب مینیموم مطلق رو به اون یکی وصل بکنیم. به عبارتی این دوتا ساق رو اگه نگاه کنی، ساق کوچیکه رو به دقیقه بزرگی متصل میکنی، یه مستطیل به دست میاد. یا در مستطیل بعدی نگاه کنی، تو این قطعه این نقطه انا از همه پایین تره، تو این قطعه نمودار این نقطه از همه پایین تر هستش. اگر این رو به قبلی وصل کنی، یعنی مینیموم مطلقش تو اون بازه هست، وصل کنی، یه مستطیل جدید به دست میاد. یا تو این قطعه نمودار اگر شما ببینید اینجا چی هست؟ این نقطه مینیمم مطلقه. خب این مطلق رو به دو ساق وصل میکنم، این مستطیل به دست میاد. مجموع این مستطیل ها هر تعدادی هست، N تا 10 تا 100 تا 1000 تا، میشه مجموع پایین ریمان که با L اندیس N نمایش میدن. تو اسلایدهای بعدی میبینید. حالا مجموع بالای ریمان چی هستش؟ اگه به مجموع بالای ریمان شما نگاه کنید، باز دوباره اونو تقسیم بندیش کردیم به N مستطیل، به N مستطیل. حالا تو هر قطعه ببین از A تا X1، یعنی XF تا X1، الان این قطعه نمودار این نقطه های ماکسیموم مطلق نیست، حالا این ماکس رو به اون وصل میکنیم، یعنی مساحت این مستطیل زرد رنگ رو داریم به دست میاریم. باز از این نقطه X تا X2 که این نقطه هستش، ماکس مطلقش کجاست؟ اینجاست. پس این تو این قطعه نموده ماکس مطلقه، اینو به این وصل میکنیم، یعنی دو ساق رو وصل میکنیم، ساق بزرگه به ساق کوچیک متصل میکنیم، مستطیلی با ماکس مطلقه. حالا تو این نموده هم همینطور، اگه دقت بفهمید نقطه توپر هستش، این ماکس مطلقه اون میشه و اینجا مساحت رو به دست بریم، یعنی مجموع ماکسیمم های مطلق تابمون هست. حالا من اینو میام به بیان دیگه میگم، میام میگم نگاه کنید، L اندیس NF یعنی مجموع پایین ریمان برای تابع F و تعداد تقسیمات N میشه مجموع سیگما FLI یعنی مینیموم های مطلق ضرب در دلتا X که پایین BMN های آمون هستش. روش شکل این مسئله میخوام نشون بدم بهتون. ببینیم به فارسی هم اینجا میگم، به بیان دیگر، مجموع مینیموم های مطلق F در هر بازه XI من I1 تا XI کلش ضرب در دلتا X، انگار همین سیگما FLI ضرب در دلتا X رو شما میده. مجموع پایین ریمان از نظر شکلی نگاه کن، یک نمودار تابع از A تا B یک مساوی FX. اگر به این مسئله شما نگاه کنیم، مثلا من اینو به سه قسمت تقسیمش میکنم، XF اینه، X1 X2 و XN مون که یا X3 که B میشه. این نمونه رو رسم میکنم، طول هر کدوم از این عرضها دلتا X با هم مساویه. انا شما بین A تا X1 مینیموم مطلقش کجاست؟ میگید این نقطه است. خب اینو به این وصل میکنیم، ساق کوچیک به ساق بزرگ وصل میکنیم. خب حالا اینجا نگاه کنید، تو این قطعه دوباره، تو این قطعه بعدی مینیموم مطلق اون میشه، دوباره تو این قطعه این مینیموم مطلق اون میشه. حالا نگاه نحوه اتصال رو، اینو به این وصل کردم، این ساق کوچیک رو به ساق بزرگ وصل کردم، این چون مثلا پایین تر بود به دو ساقش وصل کردم، حالا مساحت ها رو، این مساحت رو من باید حساب بکنم. مجموع این مساحت ها LNF رو برای شما مشخص میکنه، مجموع پایین ریمان رو خواهید داشت. حالا نگاه کنید در مجموع بالا ریمان که با U نشونش میدن، U اندیس NF، این در حقیقت مجموع بالای ریمانه، این N تعداد F نامه، F نامه در حقیقت تابمونه، میشه مجموع FUN یعنی مجموع ماکسیموم های مطلق ضرب در دلتا X. به عبارت فارسی اگه من میخوام به شما بگم، U اندیس مجموع ماکسیموم های مطلق تابع F در هر زیر بازه است ضرب در دلتا X. نمودش باز دار به همین صورته، اگه اینو به سه قسمت تقسیمش کنیم، تو قسمت اول این ماکس مطلقه، پس این مساحت، تو این قطعه این یکی، و تو بعدی هم به این صورت رخ میده، یعنی مجموع ماکسیموم های مطلق ضرب در دلتا X مجموع ریمانه. هرچه N بیشتر باشه فضای و دقت شما بالاتره، وقتی N زیاد باشه مساحت واقعی تر سر زیر نمودار نشون میده.
در مجموعه بالای ریمان مساحت اضافه نشون داد نسبت به مساحت واقعی سطح زیر نمودار. در مجموعه پایین ریمان مساحت کمتری رو ما داریم. وقتی ان بره به سمت بی‌نهایت شما مقدار واقعی رو شما اندازه‌گیری کردید. حالا بریم ما هم مثالی از این قسمت حل بکن. چه جور سوال میدن به ما؟ مثال مجموعه پایین و مجموعه بالا برای تابع fx مساوی x2 در بازه 0 تا 2 و n مساوی 4 را به دست آورد. ببین خیلی راحت اومده مجموعه بالا و مجموعه پایین رو از ما میخواد که براش به دست بیاریم. تو بازه معین 0 تا 2 و تعداد تقسیمات n مساوی با 4. اولین کاری که انجام میدیم اینه ما نمودار برای بهتر آشنا شدن کار خودتون fx و x رو رسم میکنیم. میگیم ما مگه نمیخوام 4 تقسیمش بکنیم؟ اینم تعداد تقسیماتش به 4 تقسیم مساوی تبدیلش کردیم. چجوری این کار رو انجام دادیم؟ دلتا x از b منای a انوم 2 منای 0 4م یعنی 1/2. واسه همینه 1/2 1/2 از 0 رفتم جلو. پس 4 تا تقسیم بندی براش میبینم. مجموعه پایین یعنی مینیمم های مطلق رو جمع کن، مجموعه بالا یعنی ماکسیمم مطلق رو جمع کن. من دور این کارو براتون انجام میدم. ببینید یه جدول میکشم x i f x i، جدولمو میدم صفر شروعه. خب بعدی رو نگاه کنید، یه دلتا x استفاده میکنم بعدی رو به دست بیاد 1/2. دلتا x هم چند بود؟ 1/2. به اضافه دلتا x میکنم بعدی به دست بیاد یعنی 1/2 میکنم. دوباره 1 رو با 1/2 یعنی دلتا x جمع میکنم 3/2 و بعدی 2، یعنی به پایان رسیدم. بازم پر شد. حالا داخل تابع هر کدومو قرار میدم. 0 رو داخل fx یعنی x2 قرار میدم میشه 0. 1/2 میذارم 1/4. 1 رو میذارم 1. 3/2 به توان 2 9/4 و 2 به توان 2 4، یعنی در fx قرار دادم. اینا میگرگای تمام این نقاط رو پیدا کردم. حالا من چی رو میخوام حساب کنم؟ L4F مجموع پایین ریمان برای 4 تقسیم. خب میام چه کار میکنم؟ بین 0 و 1/2 اگه نگاه کنیم تابش رو در حال صعوده. الان بین این دوتا ایگرگ کدوم ایگرگ پایین تره؟ میگی 0 نسبت به 1/4 پایین تره، کم تره، 0 رو مینویسم. بعد بین 1/4 و 1 یعنی تقسیم بندی بعدی، بین 1/4 و 1 کدوم پایین تره؟ میگه 1/4. 1/4 می نویسم به اضافه بین 1 تا 9/4 کدوم ایگرگش کم تره؟ 1. 1 رو می نویسم. بین 9/4 تا 4 کدوم ایگرگش پایین تره؟ 9/4 می نویسم. کلش بسته ضرب در دلتا ایکس، چون 4 تا مستطیل دارم بعد 4 تا مقدار به دست اومد میشه 1 2 3 4، بعد ضرب در دلتا ایکس میکنم. به این ترتیب مجموع پایین به دست میاد که این مقدارش شد 7/4 که از مقدار واقعی سطح زیر نمودار کمتره. میام مجموع بالا رو پیدا میکنم به نام U اندیس 4F. دوباره همون تقسیم بندی ها بین 0 و 1/4 که تابع در حال صعوده، 0 تا 0 و 1/4 کدوم مقدارش بالاتره؟ 1/4. پس این ماکس مطلقه، می نویسمش. بین 1/4 و 1 کی ماکس مطلقه؟ 1. می نویسمش. بین 1 تا 9/4 کی ماکس مطلقه؟ 9/4. می نویسمش. بین 9/4 تا 4 کدوم ماکس مطلقه؟ میگی 4. پس 4 رو می نویسم. کلش پرانتز ضرب در دلتا ایکس که 1/2 بود. به این ترتیب مجموع بالای ریمان به دست اومد 15/4 که از مقدار واقعیش بیشتر هست. پس خیلی راحته دلتا ایکس رو تعیین میکنیم، مقادیر پایین مستطیلامون رو تعیین میکنیم، ایگرگاش رو داخل تابع میذاریم به دست میاریم، اون نقطه که ماکس بود جمع بکنیم و دلتا ایکس بکنیم مجموع بالا رو به ما میده، اون نقاطی که ایگرگاش مینیمم مطلق جمع بکنیم ضرب در دلتا ایکس بکنیم مقدار ریمان پایین رو به شما میده. مثال بعدی رو ببینیم. برای تابع fx مساوی با سینوس x بر بازه بسته 0 تا پی حاصل L اندیس 6F و U اندیس 6F را به دست آورید. منظور این تابع اینه که برای این مسئله که تابع وقتی سینوس x توی بازه معین L6 یعنی مجموع پایین به ازای 6 مستطیل و U6 مجموع بالا به ازای 6 مستطیل رو برامون پیدا کنید. اگر خوب به این مسئله دقت کنید و حضور ذهن داشته باشید، شکل سینوس x از 0 تا پی کاملا متقارنه از 0 تا پی و محور تقارنش پی دومه، یعنی اگر از پی دوم ما اینو تا بزنیم رو هم قرار میگیره. من میگم تقسیم بندی کنیم، نیام 6 تا رو حساب بکنیم، 6 هم زوج دیگه، بیا 3 تا رو حساب کنیم ضرب در 2 کنیم. چرا؟ ببینید
این پیشیشو پی سوم پی دوم درست وقتی بنز پیشیشو میریم جلو بعدیا همین شکل میشه، چون دلتا ایکس مون بی ام ان آی انوم این پیشیشو به دست اومده، یعنی پی ام ان آی 06 ام پیشیشم گام های جلو رونده اون پیشیشم بوده. خب وقتی ببینید تقارن داره همین سه تا رو حساب کنیم، این سه تا باهاش برابره دیگه، ضرب در دو میکنیم، چه برای مجموعه بالا چه برای مجموعه پایین این کارو بکنیم. حالا من میام اینجا برای شما این مطلب رو بهتر نشون میدم، میام میگم آقا ایکس های اف ایکس های مگه نیستن، صفر رو میدم سینوس صفر میشه صفر، ولی یا تو باشه بعد دلتا ایکس داریم جلو میام، یعنی از پیشیشم جلو داریم میام میشه پیشیشم، دوباره پیشیشم به اندازه پیشیشم دیگه جلو باید بریم میشه پی سوم، دوباره پی سوم پیشیشم دیگه میریم جلو میشه چی؟ پی دوم و به ال آخر که ما اونا رو انجام نمیدیم. حالا این مقادیر رو داخل تابه میذاریم، سینوس صفر صفره، سینوس پی شیشم یک دومه، سینوس پی سوم رادیکال سه دومه، سینوس پی دوم یکه. خب اینا رو به دست آوردیم، حالا میخوام چی رو پیدا کنم؟ برای شما ال اندیس 6 اف رو، پرانتز اول بین این دوتا ایگرگ کدوم ایگرگ از همه پایین تره؟ میگی صفر. خب میگم صفر رو بنویس. بین یک دوم و رادیکال سه دوم کدوم این یک پایین تره؟ مینیمم مطلقه. میگه یک دوم. میگم خب یک دوم بنویس به اضافه. بین رادیکال سه دوم و یک کدوم از همه پایین تره؟ رادیکال سه دوم. اونم مینویسی. دورش پرانتز ضرب در دو چرا میکنیم؟ گفتیم تقارن داره دیگه، اون سه تا اونورا حساب نکردیم. مساحتش و اندازش مثل اینه. پس ضرب در دو ضرب در دلتا ایکس، دلتا ایکس اونم که پیشیشون بوده. به این ترتیب ال 6 اف رو حساب کردیم. حالا یو 6 اف رو ببینید، یعنی مجموعه بالا رو دارم حساب میکنم، دوباره میام میگم دو ضرب داره، بین این دو تا کدوم مینیمم مطلقه؟ میگیم چیه؟ ماکسیمم مطلقه. میگیم یک دوم، یک دوم گذاشتیم. بین یک دوم رادیکال سه دوم کدوم بالاتر هستش؟ میگیم آقا رادیکال سه دوم. بین رادیکال سه دوم و یک کدوم بالاتر قرار میگیره؟ یک. کلش رو ضرب در دو کردیم چون تقارن داشت، ضرب در دلتا ایکس که همون پیشی شما انجام دادیم. به این ترتیب مجموعه بالا و مجموعه پایین رو برای تابع سینوس ایکس تو بازه صفر تا پی و 6 تقسیم تونستیم محاسبه بکنیم. پس مقادیر این روابط رو میتونیم به دست بیاریم.